بگیم رکورده. آره این اولین ویدیو ریاکتمونه، توی بازی ها و توی سریال ها و همه اینا هم یه جورایی ازش استفاده شد. مثبت ایده هست ما هم داریم بعدم براتون شب گذاشتیم. البته مال ما خیلی سمیه. سلام، چطوری رفقا؟ خوبین؟ اومدیم که یه ویدیو ریاکت بریم. در اصل این اولین ویدیو ریاکتمونه در رابطه با یه سبک خاص انیمیشن 3D و 2D که حالا میخوایم یه چند نمونه از کارهایی که درست شده مال شرکت‌های مختلف رو تست کنیم، با هم ببینیم، بررسی کنیم و ریاکت بریم، یه سری چیزا یاد بگیریم، یه سری چیزا هم شما یاد بگیریم از این وسط. یه سبک کار جدید داریم توی حالا انیمیشن‌های این روزا می‌بینیم که اخیراً هم آخرین کاری که ازش اومده بیرون اسپایدرمن اکراس دی اسپایدر ورس و خب این خیلی انیمیشن باحالیه، واقعاً هم جذاب بود. سبکی که درست شده ترکیبی از 3D و المان‌های کامپوزیت شده 2D که حالا یعنی چی؟ یعنی شما کار 3D ساخته میشه و میای یه سری افکس های 2D رو توش اد میکنی که این کار خیلی باحاله و جذاب میکنه کارو. و از اونجایی که کار جدیدی هم هست توی بازی ها و توی سریال ها و همه اینا هم یه جورایی ازش استفاده شده و اول از همه ما اصلا فکر میکردیم همه اینا کار یه استودیوه، چون واقعا یه امضای خاص به نظر میرسه، ولی خب نه، استودیوهای مختلف دارن کار میکنن و خیلی هم جذابه. حالا تک تک میریم کار رو ببینیم، ببینیم چی عذاب در میاد. این شماره یکشه، Into the Spider-Verse. این که اصلا جدا از حالا نحوه اجراش، خود سناریوش هم من خیلی باش حال کردم. اینجا دقیقا همون پارتای 2Dیه که داریم میگیم دربارش، مثل سنسی که میاد تو بعد سبک نقطه نقطه یه کامیک هم توشه. آره دیگه، ترکیبی از کامیک، همین صداهایی که اومده اد کرده با المانای افکسی، دیالوگ بابلای کامیک. حالا باحالی این داستان میدین چیه؟ جدا از این که المان انیمیشنی ساخته میشه، میان سایه ها و هایلایت ها رو هم به صورت مت پینتینگ میکشن، یعنی اینا نقاشی شده روی المان ها و خب خیلی کار سخت میکنه دیگه. شما فکر کن دونه دونه فریم فریم با بشین اینا رو مت پینتینگ کنی، خیلی کار سختیه. این که تریلرش بود خیلی هم باحال بود، حالا میتونین کاملش هم بریم ببینین. بریم یکم بیهایند دی سینز یا به اصطلاح میکینگ آفش رو ببینیم، اصلا ببینیم داستانش چی بوده. کامرا گذاری من بازم میگم خیلی قشنگ شبیه چیزش کرده، این کامیک قشنگ بوده. آفرین، حرف اصلیشون اینه که اصلا خواستم اون حس کامیک رو انتقال بدم به. ولی بازم تمام انگلایی که اینجا کار کرده انگلای سه بعدیه، یعنی کامیک رو برداشته ورده تو دنیای انگل 3D. قشنگه این ترکیبه که حالا جلوتر هم درباره صحبت میکنم، کلیتش منظرم همینه، خوبی های سه بعدی رو با خوبی های دو بعدی قاطی کرده. آفرین آفرین، دقیقا همینه. اون ویژگی های خفن انیمیشن 3D رو با ویژگی هایی که میتونه تو مونه بده. حالا همین سکانس بگراندش رو نگاه کنیم، دقیقا همه چی نقاشیه و ثابته، همه چیز پینتینگه. 3D آفیساره که انقدر دپت داره و ماشینه انقدر بالا، دوباره خطای 2D بشه زد. بعد نگاه کامپوزیشن بسه، نگاه اون پشت آدمی که داره رد میشه توی 2D قشنگ مشخصه. بعد حالا باحالش اینه که انیمیشن 3Dه ولی یه جورای استالایز هم شده توش و خب این خیلی حس عجیبی به تصویر اون میده. عین آنریل بودن خیلی ریل داره. آفرین، دقیقاً. چروکای صورتش همه لاین، صورتش رو لاین گذاشته ولی چیز نیست، پینت نیست. بعد از نوع هاشورا و استایلای کامیکی که نقطه نقطه است و هاشور هاشوره، باز دوباره تو تکسچر 3D استفاده کرد. ولی خیلی باحال بود، مخصوصا این تیکش که اومده بودن سایه های روی صورت رو اینجوری در آورده بودن، چون میخواستن یه حسی رو القا کنن به صورت آوتلاینی بدن. دقیقاً جذابیت همین سبک اینه دیگه، میاد یه سری چیزها رو المان‌های 2D اد میکنه به داستان، چون افکتی ما تو 3D داریم که
در واقع میاد شیدر کارتونی یا شیدر تون میده، ولی این قابلیت نداره که بیاد اجها رو هم خودش بشه. آره دیگه، میاد سایه هایی که داره حالا توی اون محیط تیری درست میشه رو خودش بازسازی میکنه به صورت 2D با شیدری که داره. آقا اسپایدرمن دیدیم، خیلی هم باحال بود به نظر من. من واقعا این سبکر خیلی دوست دارم و جذابیتش هم اینه که میگم توی انیمیشن ها و بازی های دیگه هم که این روزای جورایی زیادتر داره استفاده میشه، تو یکی از کارهایی که خیلی جذاب کرده کارو و واقعا به شخص فیوریت سیریزمه آرکینه. برای یه بازی ساخته شده به اسم لیگ آف لجند که اومدن یه پارت از این بازی کشیدن بیرون، یه استوری بهش دادن و خب ازش یه انیمیشن سریالی درست کرد. حالا آرکین با یه سبک خاص درست شده که اولین بارم قبل از اینکه سریال اصلیش یعنی همین سریال آرکین درست بشه، اومده بودن میوزیک ویدیوی یکی از کاراکترها به اسم جینکس رو درست کرده بودن با همین سبک و بعد دیدن چقدر سبک باحاله و طرفدار پیدا کرده، گفتن بیان کل سریال با این سبک درست کنیم. اولین چیزی که منو گرفت استفاده از رنگای مختلف و شارپی که توش بود. خیلی واقعا تم خود بازیه. دو تا رنگه بر اساس این دو تا خواهر است. وقتی دنیای این میره همه چی آبیه، تو دنیای این میاد همه چی صورتی و روشن. همه چی تو یکم هندی تو داستان من خیر و شر، نیکی و پلیدی با داستان دو خواهر. ترکیب المان‌های دو بعدی توی ویدیوی سه بعدی انیمیشن. خیلی موتیویتد کامرا گذاری که انجام داده. میاد دقیقاً حس چرخیدن و ضربه خوردن طرف رو توش القا میکنه. تکنیک فیلمای اکشن دیگه. فیلمای اکشن موقعی که میخوان بیان یه چیز خیلی باحال نشون بدن، همراه طرف حرکت میکنن و اگر چیزی میفته و خب این دقیقاً همین دوربین گذاری، کامرا گذاری که واسه این شده، عین فیلمه، عین سریاله. و خب خیلی با بازی و کارتون فرق داره. حالا بحث موتیویتد حرکت کردن، حالا توی کار ما و حالا فیلم برداری و همینطور انیمیشن اینجوریه که دوربین دقیقاً اکتیو میکنه که سوژه داره رفتار میکنه و به این کار میگن موتیویتد. موتیویتد توی سبودی ساختنه تمام افکت های دود و آتیش رو ترکیدن، یه تیم ده نفر باید بشنن کار کنن ولی یه نفر میشینه نه. حالا این میگم برای کل سریال تیم پنج نفره افکت های تودیش رو داشتن کار میکنن. میکینگ آفش هم ببینیم، اسلو موشن های خیلی خفنی هم توش داشت. ها تو کارتون های معمولی اینقدر اسلو موشن نمیده ولی هایلایت های باز کنار این کاراکترها که میبینی قشنگ اینا همشون نورپردازی شده. بازم 5 نفر. شما وقتی یه محیط سه‌بعدی درست میکنی با جابجا کردن نور توی محیط به صورت اتوماتیک سایه ها خودش شکل میگیره. حالا جدا از اون امبینت اکولوژنی که حالا اونایی که حرفه‌ای تر میدونن برای اینه که اون سایه ها رو بهتر بسازه، ولی توی کارهای 2D و نقاشی، حالا یه آرتیست نقاش هم اینجا داره خودش بهتر میدونه، باید یه علم خیلی خوب نسبت به این داشته باشی که الان نور اینجاست سایش چه شکلی تشکیل میشه و بعد باید بتونی اونو خیلی خوب بکشی. حالا فکر کن برای کسی که نقاش میکنه برای یک فریم این کارو میکنه، شما داری برای یه سریال کامل این کار. من خیلی احترام عجیبی برای اونایی که 2D آرتیستن قائلا. افکت برقا، افکت انفجارا، تا نه اینکه تیریدیش خیلی کار ساده ای بوده، واقعا سبودیش کار راحتی نبوده، ولی باز ترکیبش انقدر استادانه ما میده خیلی سبک و حالا همین دیره انتقام داده. خب الان درباره یه چیز خیلی جذاب صحبت کنیم. عشق من Love, Dead and Robots. آره سریال Love, Dead and Robots رو اومدن یه تیمی جمع شدن حس میکنم که بسپارن به استودیوهای انیمیشنی مختلف تو سرتاسر دنیا که با سبک خودشون و داستان خودشون هر کدوم از این اپیزودها رو درست کنن. ببین چند تاشو ببینیم ما هم دیگه. علت انتخاب این اپیزود همین سبک ترکیب 2D و 3D با همه. یه لوپ خیلی عجیبی بود واقعا. به جز که تو لوگاش اگه ببینی یه ماریه که داره دوم خودش رو باز خب لوپ اینو داره. چه باحال. یه دونم ماسک لاتکس و یه دونم چشمه. اون چشمی که اول آخرش میاد. اون ویدنس اون چشمه. یکم داستانش مثبت اینجاست ولی خیلی جذابه چون استوری که داره روایت میکنه خیلی عجیبه. اینم بیهایند سینشه.
کمرا گذاریاش واقعا عجیبه، توش انیمیت کرده خیلی خفنه. ولی داستان دیگه که داره اینه که اومده باز این المان‌های دو بعدی رو انقدر قشنگ تو این تلفیق کرده حسش نمی‌کنه آدم. یه جورایی شده نقطه قوت داستان و اومده میاد پانچاش و میاد اون حسا و چیزایی که میخواد انتقال بده رو با این دو بعدی ها انتقال میده تا بهتر درکش کنی. یه جورایی مثل شیک کمره. الان انیمیت پارچاش رو با نرم‌افزار مارولس انجام دادن چون خیلی خوب میتونه این رو سیمیولیت کنه و بسازه اون نوع فرکشنی که رو بدن ایجاد میکنه و تمام اینا رو با مارولس درست میکنن و واقعا نرم‌افزار خفنی هم هست. حالا همین شرکت همین استودیو دست اسمش آگاروه، کارگردانش دایرکتورش آقای آلبرتو میلگو. ولی اینکه روی همین پروژه اسپایدرمن کار میکرده ولی به دلایلی دیگه متوقف شده، ولی توی رزومش ایشون بجز که این دوتا اپیزود کار کرده به اسم ویدنس و جیبارو که الان با هم میبینیم، یه روی پروژه تیم برتون مثل عروس مردگان، روی هری پاتر ددلی هالوز، روی موزیک ویدیوهای گوریلاز هم اومده از این نوع انیمیشن استفاده کرد. این یکی داستان فولکلور رو داره روایت میکنه که باز ببینین اسپویلش نمی کنیم، ولی زوما رو نگاه، دالی زومایی که کشید خیلی عجیب غریبه، نگاه چه زاویه‌ای، صداگذاری های خفنی هم داشت این کار. حالا به جز که ترکیبی از دو بودی و سه بودی با همه به جای جیغ میزن همه کر میشن، صدا خفه میشه، اصلا خیلی صداگذاری با این یه چیز جالبی که داشت راید به 2D و 3D بودن این دو بودی رو نشون میداد، اینی که کل این داستان یه نقاشی دو بودیه ولی جایی که قرار اینتراکشن 3D توش اتفاق بیفته ماسک شده و اونا آفره. یه تیکه‌ای از این کاره کلن تکون زیاد نداره، یه تیکه‌هاش هم خیلی تکون داره. اونایی که خیلی تکون میخوره همش سبودی ساختن، ولی یه جایی دقیقا انگار یه تابلو نقاشی پهنه و یه کاراکتر سبودی جلو این تابلو نقاشی داره جا به جا میشه. الان دارم که نگاه میکنم میبینم واقعا لباس موکاپ نپوشیده. موکاپ هم یه توضیح من بدم بچه ها، توی سینما کلن وقتی میخوام بیان یک کاراکتر رو عین همون کاری که داره انجام میده رو من پیاده کنم توی سبوت، یه سری چیز کوچولو واسه میکنن، اینا دیتیل اطلاعات بدن این طرف رو میده به اون کاراکتر سبودی تو برنامه. موکاپ مخفف موشن کپچره، یعنی حرکت رو کپچر میکنه، ضبط میکنه، همه حرکت ظریف و دقیق داره پیش میاد. این امکان نداره کسی با دست اینا رو ساخته باشه و قطعا این فیزیکش کپچر شده از بدن یه آدم دیگه، داده شده به این کاراکتر. قطعاً پشتش این بوده که یکی اومده مثلا اینجا دنسی اتفاق میفته، دنسر رو پیاده کردن، دیدنش، یه نفر یه آدم انجامش داده، مکاپش نکردن، روش ایده برداری کرده، یعنی فیزیک بدن اون آدم رو اومدن با چشم بردن روی 3D و اونو پیاده کرده بود. یعنی در اصل حالا اونایی که کار انیمیشن انجام میدن کامل میدونن، حالا نه فقط انیمیشن، بقیه کارا. آره؟ شما باید یه ریفرنس داشته باشی از اون عملی که داره انجام میشه و بعد میخوای بازسازیش کنی. آره. و میان ریفرنس رو، حالا اکتور یا دنسر یا هر چیز، این ریفرنس رو انجام میده، این حرکت رو انجام میده، ویدیوشو ضبط میکنن و بعد میذارم پشت دستشون، دقیقاً همونا رو کی فریم ما هم داریم مدام براتون شاید گذاشتیم ما. آره، آره. داد فارا رو اومدیم، ولی خب لازمه، لازمه واقعا معرفی. البته مال ما خیلی سمیه. ما سمیه، ولی خب ولی این سمیه که میبینید. حالا همین استودیویی که گفتیم آگورا استودیو آگورا اومده یک سینماتیک از یک گیمی به اسم واچ داگز درست کرده که گیم واچ داگز سبک سایبرپانکیه، درسته؟ واچ داگز یه در واقع زندگی هکر توری، یکم تو آینده است، نه خیلی ولی یکم توی آینده است و 2000 مثلا 30 خوره. حالا همون استودیو که ویدنس و چی بود اسمش، نه جیبارو رو درست کرده بود و اومده این سینماتیک اینو هم درست کرده که اینم بریم با هم ببینیم. یکم حالت هولیگان توری تو آینده است، یا ماسک شبیه بود ولی به چیزایی همون جیبارو و فلان. دقیقا اصلا یکی دیگه از نظر من امضاهاش کمرا گذاریشه. آره موافقم، شیک و زاویه های
فوق العاده عجیب غریب. بچه‌ها این سبکه به خاطر که خیلی جذابه، ما هم توی یکی از کارامون اومدیم استفادهش کردیم و حالا اگه میدونین کامنتش کنین، اگر هم نه لینکش می‌ذاریم برید نگاهش کنین. داستان از اینجا شروع میشه که اومدن این سبک رو توی گیم پلی بازی هم اد کردن. اومدن یکی از کاراکتراش آساب راکی گذاشتن، ASAP راکی، آساب راکی رپر ASAP میگن. فکر کنم شوهر ریاناس یک ماشین براش درست میکنن، همین ماشینی که توی ماشینی که توی بازی به صورت ریل برای خودش کاستوم زدن و در خونش همین ماشینا گذاشتن پشماشه. خودش هم به عنوان یکی از کاراکتر اصلی بازی. چه باحال، خیلی باحال. بریم ببینیم. خب بریم ببینیم. اومدن افکت ها رو، همون افکت هایی که توی تصمیم مثل دود المان نمیدونم ضربه ای که میخوره یا همه اینا رو به این کاراکتر هست با این ماشینه، حالا عکس واقعیش هم میذاریم. این گیم پلی جذابیتش همینجا توی گیم پلی المان 2D داره. بعد خیلی باحاله. بچه هم بهمون گفتن توی این اون دقیقا رنگا و پالت رنگ ساده و پر رنگ و پر عمقی که اومده اینجا استفاده کرده که باعث میشه این حس جذابیت افکتار دو برابر بکنه تو کار و خب خیلی جذابه. من خودم واقعا همین باعث میشه که از تصویر کند نمیشه، دقیقا جدا پاپ میشه میاد بیرون. شما نگاه دقت کن کل صحنه رو در نظر بگیر، خیلی رنگ نداره، رنگ و لعاب نداره، ولی روی ماشین رنگ نئونی یا فسفوری مثلا گذاشته کامل جداش میاد. فسفوری، سبز، زرد، صورتی جیغ، همه اینا میکشه کارا رو بیرون. یه چیز خیلی باحالی که هست و من واقعا دوست دارم توی کارهای سینمایی اینه که نمیدونم دقت کردنی یا نه، میان اسپکت ریشیو فیلم‌های سینمایی رو 21:9 می‌بندن. بعد برای اینکه یه عمق خاصی بدن به کار میان اون کاراکتر اصلی رو از این حاشیه ها میدن بیرون و میفته توی سیاهی تصویر. به خاطر همین یه حس سه‌بعدی دوبعدی طوری به وجود میاره و واقعا جذاب. مثلا تو اینم اومدن از همین استاد استفاده کردن. دره بیرون باز میشه. کادر هستش که کاراکتر سرش میره بیرون از کار. یه بازی دیگه هم هست، پرنس آف پرشیا داره میاد که خیلی معروفه، مثل که یه بازی داره ازش میاد که باز اونم از همین سبک استفاده شده، ترکیب 2D. آخرین چیزی که داریم ولی خب قطعا کلی چیزهای باحال این مدلی هست، اگر میشناسید بر ما حتما کامنت کنید. چیزی که من دارم میبینم، اگه حالا قطعا اونایی که بازی میکنن میدونن گیمرا، پرنس آف پرشیا سری اولش اصلا هم فاز دو بعدیه بود دیگه. تو ویندوز 98 بازی میکرد، میدوید میپرید بالا اینور اونور، بعد اومده این مدل سه بعدیش رو درست کرد. این اومده الان همون استایل دو بعدی است ولی کرکتر با شیدر 3D، ولی کرکترش خیلی پرنس آف پرشیا نیست. آره سیاه پوست و درد داره یکمی باش ریسیست نه. آخه دیگه از ریسیست داره از جنوب ایرانه نیست از جنوبه. یه کمی خب داشتم در نظر بگیم مثلا این برای رد سنی که در نظر گرفته شده قطعا مثلا آره دیگه دقیقا سنی که الان داره مثلا چیز فورتنایت و دقیقا آرکین و اینا رو بازی میکنه. سبکر من خیلی دوست داشتم، تو هم خیلی حال میکنیم، حامد هم خیلی حال میکنه. اگر که توی ویدیوهایی که با هم دیدیم چیزی دیدین که براتون جذاب بود برامون حتما کامنت کنید. اگه ویدیوی غیر از این ویدیو دیدین که تلفیق دو بعد با سه بعد بوده به ما حتما بگین، خوشحال میشیم. حتما بگین چون یه جوره سبک که مورد علاقه همون جذاب خیلی حال میکنی. آره. خب تو چی نظر چیه؟ اصلا بگین چی درست کنیم؟ بهمون ایده بدین توی کامنت ها که بیشتر محتوا در مورد چیا درست کنیم. ما اینا رو نمیتونیم درست کنیم. چیزی میتونیم بگین در این حد نباشه. ولی میتونیم. بهمون ایده بدین. شاید اتفاقا ایده‌ای که شما الان ما از همین بچه‌های خودمون الان برای همین امروز کلی ایده گرفتیم، شما بهمون ایده بدین چه بسا تو کارا بعدمون استفاده کنیم. خیلی هم باحال میشه و مطمئن باشین ذکر میکنیم و منشن میکنیم که ایده را از کی گرفت. ذکر و هشتگ پس حتما برامون کامنت کنیم. خوبه دمتون گرم. دمتون گرم بچه‌ها. مرسی. لایک سابسکرایب. آره نمیدونم کجا میذاریم تو کادر. حتما دنبالمون کنیم. به دوستاتون هم که دوست داشتن بگین. این پایینم کانالمون هست. مرسی مرسی دمتون گرم. خواستم دمتون گرم که ساپورت میکنیم بچه ها، چون واقعا نیاز داریم به ساپورتتون. کار رو تازه استارت زدیم و حمایت شمان که این رو به بقیه نشون میده و قدرت بهش میده. مرسی بچه ها، دمتون گرم، موفق باشین. بای بای. خدافظ.